مدتی به بهانه سورپرایز کردن همسرش اونو به یه خونه دنج و دور افتاده میبره تا نقشه شیطانیشو عملی کنه. برای دونستن اینکه مرد چه نقشه‌ای توی سرش داره، میریم به اصل ماجرا. با من باشید. ایما برای فرار از ازدواج ناخوشایند با شوهر پولدارش، با یکی از کارکنان شوهرش به اسم تام وارد رابطه شده. اما درست یه روز قبل از سال روز ازدواجش تصمیم میگیره رابطهشو با تام به هم بزنه. شوهر اون برای سال روز ازدواجشون یک گردنبند گرون قیمت به ایما هدیه میده و اون رو توی یه خونه دور افتاده کنار دریاچه میبره. اون شب اون شب رمانتیکی رو با هم میگذرونن. صبح وقتی ایما از خواب بیدار میشه، میبینه شوهرش دستای اونو به دستای خودش دستبند زده. سپس اون بدون هیچ توضیحی با اسلحه‌اش خودکشی میکنه. ایما وقتی از شوک که این حادثه بیرون میاد، سعی میکنه با شلیک کردن دستبند رو بشکنه، اما اسلحه شوهرش خالی و فقط یک گلوله داشته. بعد از اون سعی میکنه برای کمک تماس بگیره، اما شوهرش تلفن همراهش رو هم از بین برده. اون شوهرش رو کشون تو اتاق بغلی میبره و اونجا پشت لباس عروسیش یک گاف صندوق پیدا میکنه. اون با کشیدن جسد شوهرش به آشپزخونه میره و کلید ماشینش رو توی سطل زباله آشپزخونه پیدا میکنه. خودش رو به ماشین میرسونه تا از اونجا فرار کنه. ماشینش رو روشن میکنه، اما خیلی زود ماشین دوباره از کار میفته. اون میفهمه که شوهرش بنزین ماشین رو هم خالی کرده. ناگهان پیام صوتی که شوهرش از قبل ضبط کرده از رادیو ماشین پخش میشه که در اون شوهرش خطاب به ایما میگه: بعد از همه کارهایی که برات کردم باید به هم وفادار میموندی، اما تو به هم خیانت کردی. هرچند من ازت سرد شده بودم، اما نمیتونستم همینجوری بشینم و ببینم تو با اون سیاه پوست خوش بگذرونی. بعد از شنیدن پیام صوتی ایما میفهمه که شوهرش نقشه وحشتناکی براش کشیده تا ایما تو اون خونه خلوت یواش یواش بمیره. اون دوباره وارد خونه میشه و سعی میکنه گردنبندی که شوهرش داده بود و در بیاره، اما میفهمه که گردنبند مثل یه زنجیر به گردنش قفل شده. اون در جستجوی وسیله برای رهایی از جسد شوهرش وارد یکی از اتاقها میشه و اونجا با عکس مردی روبرو میشه که سالها قبل به ایما حمله کرده بود و سعی کرده بود ایما رو بکشه. در این هنگام کسی در میزنه. وقتی ایما در رو باز میکنه، میبینه تام دوست پسرشه. مشخص میشه که شوهر اون قبل از خودکشی از گوشی ایما به تام پیام داده که سریع اونجا بیاد. بعد از اینکه ایما اون چه اتفاق افتاده رو برای تام بازگو میکنه، تام استدلال میکنه که پلیس به حرف اونا باور نمیکنه و در واقع نقشه شوهر اون این بوده که تقصیر مرگش رو گردن اونا بندازه. تام پیشنهاد میکنه که به پلیس دروغ بگن، اما ایما قبول نمیکنه و تامو متقاعد میکنه که به پلیس زنگ بزنه. وقتی تام میخواد بره گوشیشو تو ماشین برداره، ماشین رو میبینه که داره به سمت خونه اونا نزدیک میشه. اون بیرون میره و از ایما میخواد که در رو پشت سرش قفل کنه. مردی به اسم جیمی از ماشین پیاده میشه و میگه که برای تعمیر لوله کشی استخدام شده. تام بهش باور نمیکنه و به اون پول دستمزدشو میده تا از اونجا بره. جیمی اصرار میکنه که وارد خونه بشه. وقتی تام موافقت نمیکنه، برادر جیمی از ماشین پیاده میشه و تامو میکشه. اونا با شکستن در وارد خونه میشن. ایما میفهمه که اون در واقع بابی، همون مهاجمیه که سالها قبل سعی کرده بوده ایما رو بکشه. در حالی که جیمی و بابی دنبال ایما میگردن، ایما از پشت سر خودشو به سوله قایق میرسونه و با لنگر قایق دست شوهرشو قطع میکنه تا از جسد اون رهایی پیدا کنه. مردهای مهاجم با تعقیب خون روی برف وارد سوله قایق میشن و جسد شوهر ایما رو میبینن. ایما که اونجا قایم شده میشنوه که اونا توسط شوهر اون اجیر شدن تا ایما رو بکشن. مردها برای جستجوی الماسایی که شوهر ایما به اونها وعده داده بوده بیرون میرن. ایما یه قوطی سوخت بنزین توی قایق پیدا میکنه و اونو کشون به گاراژ میبره تا ماشین رو بنزین بزنه و از اونجا فرار کنه. در این هنگام بابی وارد گاراژ میشه و لاستیکای ماشین رو پنچر میکنه، اما قبل از اینکه چشمش به ایما بیفته، ایما از گاراژ بیرون میره و توی زیرزمین قایم میشه. بابی به دنبال اون به زیرزمین میره و درست قبل از اینکه ایما رو پیدا کنه، ایما زنگ ماشین رو فعال میکنه که باعث حواس پرتی اون میشه و اون دوباره به سمت گاراژ میدوه. هر دو مهاجم اطمینان پیدا میکنن که ایما همین نزدیکی هاست، چون در غیر این صورت قادر نبود زنگ ماشین رو فعال کنه. ایما تو خونه جسد دوست پسرش تامو پیدا میکنه. گوشی و کلید ماشین اونو میگیره و به طرف ماشین تام میدوه. سعی میکنه با ماشین تام فرار کنه، اما قبل از اینکه بتونه فرار کنه، بابی پنجره رو میشکنه و اونو به بیرون میکشونه. ایما سعی میکنه به پلیس زنگ بزنه، اما بابی تلفنشو میشکنه و اونو بیهوش میکنه.
اون در اتاق خواب بیدار میشه و یه بار دیگه با دستبند به بدن شوهرش بسته شده. بابی از ایما رمز گاف صندوقو میپرسه. ایما ادعا میکنه که رمزو نمیدونه. اون تهدید میکنه که در صورت ندادن رمز انگشتان اونو قطع میکنه، اما جیمی اسلحه رو به سمت بابی نشانه میگیره و استدلال میکنه که هیچ کس نباید آسیب ببینه. جیمی با ایما به توافق میرسه که اگه رمز عبورو فاش کنه اونو رها میکنه. ایما موافقت میکنه و جیمی بند اونو باز میکنه. بابی گاف صندوقو باز میکنه، اما توی گاف صندوق هیچ چیزی نیست به جز یه اره کوچیک که روش نوشته شده الماسایی که دنبالشید نزدیک قلب ایماست. اونا متوجه میشن که الماسا توی گردنبند ایماست. جیمی سعی میکنه گردنبندش رو باز کنه، اما شوهر ایما گردنبند رو طوری طراحی کرده که برداشتنش بدون سر بریدن ایما غیر ممکنه. بابی میخواد سر ایما رو از بدنش جدا کنه تا گردنبندش رو بگیره. جیمی مانع اون میشه و در این کشمکش بابی به طور تصادفی برادرش رو به قلاب لباس میکوبه و اون رو میکشه. اون برای مرگ برادرش ایما رو مقصر میدونه و بهش حمله میکنه. با چاقو به پای ایما ضربه میزنه و ایما با یه انبردست به صورت بابی میکوبه و در نهایت دست اون رو به جسد شوهرش میبنده و خودش تلو تلو خورده و به طرف ماشین میره. بابی به تعقیب اون میفته. اون خودش رو به ماشین میرسونه و هنگام بیرون شدن بابی رو با ماشین میکوبه که با اسمش ماشین تو یخ گیر بیفته. ایما کشون کشون فرار میکنه و بابی در حالی که جسد شوهر اونو با خودش میکشه دنبالش میره. در نهایت بابی اونو دستگیر میکنه و ایما با چاقو به شونه اون ضربه میزنه. بابی روی یخ میفته و یخ میشکنه. جسد شوهر ایما توی دریاچه یخ زده سر میخوره و بابی رو هم پایین میکشه. بابی ایما رو هم با خودش میکشه توی آب. ایما به سختی موفق میشه خودش رو از دست بابی رها کنه و به سطح آب شنا کنه تا جایی که برای شکستن یخ تقریبا غرق میشه، اما در نهایت خودش رو از آب بیرون میکشه در حالی که در لبه یخ دراز کشیده حلقه ازدواجش رو در میاره و داخل دریاچه میندازه و فیلم به پایان میرسه. شما هم موافقید که ایما خیلی جون سخته؟ و بازم ماشین رد میشه، گازم میده. تازه اسم این فیلم تیل دس یعنی تا لحظه مرگ هست و فیلم دوبله فارسی هم شده که من فیلم کاملش رو تو کانال تلگراممون میذارم و لینک فیلم رو هم تو قسمت توضیحات قرار میدم. به نظر من لوکیشن و فضای فیلم که توی خونه دور افتاده و سرد و زمستونی هست رابطه ایما و شوهرش رو به تصویر کشیده. ایما حتی قبل از همه این اتفاقات خودشو توی یه خونه زمستانی و خالی با مردی که احساساتش مرده تنها حس میکنه، اما نمیتونه خودشو از اون جدا کنه، مانند وقتی که جسد بیجان شوهرش رو این ور اون ور میکشونه. در کل به نظر من فیلم به یه روش جنجالی با موضوع موندن توی رابطه اجباری مقابله میکنه، جایی که آدم محکوم تا لحظه مرگ با فردی زندگی کنه که براش مرده. نظر شما در این مورد چیه؟ برام کامنت کنید و یه لایک هم به ویدیومون بزنید. ممنون.